مهمان من یکی از فعالترین زنان افغان در داخل و خارج از مجلس نمایندگان کشورش در عرصه های اجتماعی و حقوق زنان است و به همین دلیل دوستان و دشمنان زیادی دارند. چند ماه قبل افراد مسلح تلاش کردند او را هنگام بازگشت از شهر جلال آباد به کابل بکشند شش سال از نماینده مجلس است و در حال حاضر نایب دوم رئیس آن افغانستان حتی در مقایسه با کشورهای پیشرفته غربی سهم بسیار بالایی از نمایندگان زن در مجلس دارد آیا صدای زنان افغان هم متناسب با این میزان حضور در مجلس شنیده می شود؟ خانم فوزیه کوفی به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید سلامت شکر. خانم کوفی بسیاری وقتی که به جامعه سنتی افغانستان نگاه می کنند و اون تجربه تلخ زمان طالبان و برخوردشون به زنان رو به عنوان بروزی از اون بافت سنتی جامعه افغانستان نگاه می‌کنند خیلی تعجب می کنند که از میزان حضور زنان در پارلمان این کشور این در واقع 25 درصد اعضای پارلمان زن هستند 68 نماینده زن در پارلمان هست از مجموع 249 نماینده به نظر شما این تعجب بجاست ما فکر می که تا حد این تعجب بجا نیست به دلیل از که تاریخ مدنیت در افغانستان به دوران طالبا بر نمی گرده در گذشته هم با توجه به ای که افغانستان یک کشور است که ساختارهای عرفی و انعنائی قوت داره با وجود از این هم حضور زن در صحنه سیاسی و مبارزات اجتماعی دوام داشته و در پارلمان های دیگه هم مثلا 33 تا 34 سال قبل که افغانستان شاهد یک پارلمان دموکراتیک بود ما در اونجا هم اعضای زن پارلمان داشتیم اما نه به این کمیتی که فعلا داریم تابانی کمیتی که در حدود 25 تا 27 درصد زنان یعنی نماینده ها زن هستند در پارلمان در هر دو اتاق هم مجلس نمایندگان و هم مجلس سنا ما فکر میکنم که اولین بار است که در تاریخ افغانستان ای اتفاق میفته در گذشته ها هم بوده حضور, اما با حضور زن اما به حضور زن اما به پررنگی فعلی نبوده این بعد از تحولاتی که از بعد از سال 2001 اتفاق افتاد و فرصت های بیشتر برای زن ها ایجاد شد قانون اساسی افغانستان افغان افغانستان مسئله حضور 25 درصد زنان افغانستان در روند سیاسی مشخصا در مجلس نمایندگان تضمین کرد که در مقایسه با سالهای گذشته طبعا یک پیشرفت بسیار خوب است و نباید فراموش کرد که تاریخ مبارزه در افغانستان بر به دوران طالبان نمیگرده تاریخ مدنیت در افغانستان بسیار عمر طولانی داره اما دوران دوره طالبان یک دوره تحجر و دوره عقب بود که ملت افغانستان را حداقل به فکر ما ده سال به عقب برد شما در گذشته این صحبت ها که الان هم کردید صحبت کردید از اینکه فاصله عمیقی بین زن و مرد در افغانستان نبوده و این دوران طالبان رو به نوعی استثناء کردید که این یک دوره تلخی بوده و در گذشته نبوده با این صحبت های شما خانم کوفی نه سال از سرنگونی طالبان در افغانستان میگذره قاعدتا باید این مشکلی زنان نداشته باشن در افغانستان خب یقینا پیشرفت های در بعض ارزه ها صورت گرفته از جمله مشارکت و حضور زن در ساختارهای سیاسی دموکراتیک مثل پارلمان یک پیشرفت بسیار خوب و چشمگیر هست اما این به این معنا نیست که تمام مشکلات زن در افغانستان که ریشه در تاریخ افغانستان داره و ریشه در عرف و انانات ناپسند حاکم در افغانستان داره به این حضور زن در پارلمان تا که تا حد زیاد حل شده فکر نمیکنم که این مشکلات زن با تنها حضور سیاسی زن حل شوه پیشرفت های خوبی صورت گرفته اما مشکلات هم وجود داره از جمله بعضی از مشکلات هست که ریشه تاریخی داره مثلا دید مردانه نسبت به مسئله حضور زن و حرف و انعنات ناپسند حاکم در قرا و قصبات افغانستان که منتج به خشونت های خانوادگی ازدواج های قبل از وقت ازدواج های اجباری نگذاشتن دخترها در بعضی از مناطق افغانستان که اینا با مکتب برن عدم اشتغال یا عدم کار برای زنان افغانستان اینا مشکلات هستن که من فکر میکنم بیشتر برمیگرده به تاریخ افغانستان خب شما دارین چه کار میکنین برای این, این خانم کوفی اتفاقا همین صحبت شما خودتون یه مقداری صحبت کردین در این زمینه چون یه آمار و ارقامی هم که وجود داره آخرین شمال حدود شش ماه پیش بود که به اصطلاح خارجی منتشر کرده بود و آماری که گرفته بودن از افغانستان 87 درصد زنان افغان گفته بودند که قربانی خشونت هستند و این خشونت ها خودتون شمردین که چیا ها, چی ها هستند در جامعه افغانستان شما به عنوان نماینده فعال زن در پارلمان افغانستان برای این برای رفع این مشکلات چیکار دارین میکنین چی کار کردید طبعا تمام از این مشکلات را نمیشه به یک شبه حل کرد تلاش های در این زمینه صورت گرفته من فکر میکنم چیزی که بسیار مهم است دولت افغانستان نیاز به ای داره که تعهد سیاسی در این زمینه داشته باشه از آنجایی که مربوط پارلمان افغانستان است پارلمان افغانستان در چهار سال گذشته در بسیاری از موارد که قانونگذاری برش اجازه میداد داد مسئله حضور زن را تسجیل کرده یعنی در بسیاری از قوانین که ما تصویب کردیم از پارلمان جایگاه زن را در او قوانین مشخص ساختیم یا به عنوان کوتا یا به عنوان های ریزرو شده برشان در نظر گرفتیم مشخصا در مورد خشونت قانون زیر کار از در پارلمان افغانستان به نام قانون منع خشونت علیه زنان که در این قانون بسیاری از مسائل که در جامعه افغانستان به عنوان تبو بود یا مسائل بود که اصلا سرش تماس گرفتن شد به عنوان مثال بد دادن یا بدل دادن بد دادن شما میفهمین که یکی از انانات ناپسند است که در بعضی از مناطق افغانستان رایج را است که در بدل خون وقتی که قتل میشه یا یک منازعه بین دو خانواده پیدا میشه دختر به خاطر که منازعه را حل کنن به خانواده که طرف منازعه است میتن یا زن را میتن که یک به خون بها در خون بها ده. اه, که و مسائل دیگه مثل لاتکو بزن مثل ازدواج های اجباری ازدواج های قبل از وقت حتی تجاوزات جنسی بالای دختران و زنان این مسائل است که در قوانین افغانستان تا حد زیاد پیش بینی نشده و جزا هم برش نشده ما در این قانونی که تازه در پارلمان سرشکار تا حد زیاد کار شد و آماده به است که به مجلس عمومی بر تصویب بره این مسائل عنوان خشونت تسجیل کردیم و کسایی که مرتکب ازی هستند مجازات برشان در نظر گرفتیم ازدواج های متعدد که عدالت مراحت نمیشه اگرچه تعدد زوجات خب به اساس شریعت یک اصل اسلامی است اما اونجا قید کرده که در صورتی که عدالت تامین شود و به سلام مرد خانواده بتونه که عادلانه برخورد کنه ما این موضوعات در قانون به عنوان خشونت تعریف کردیم و چقدر حل امیدوارید خانم چقدر امیدوارید که این در مجلس تصویب بشه این ما که هم... شما ما بسیار امیدوار هستیم اگرچه با چند مورد از این مخالفت جدی از طرف بعضی از نماینده ها وجود داره از جمله با مسئله ازدواج های اجباری ازدواج قبل از وقت بعضی از نماینده ها به این فکر هستند که پدر خانواده میتونه که دختر خود بدون رضایت دختر به کسی دیگه شوهر بده ولی همچنان که مخالفین داره ای قانون تعداد زیاد طرفدار هم هستند ما امیدوار هستیم که با استفاده از استناد حقوقی و شرعی ما بتونیم این قانون را تصویب کنیم ولی مسئله عمده ای است که ساختن قوانین یا داشتن قوانین در افغانستان بسیار مشکل کلان نیست مشکل کلان تطبیق قوانین است و نظارت از پروسه تطبیق قوانین است با توجه به اینکه سیستم عدلی و قضایی افغانستان مشخصا دادگاه عالی که ما سر محکمه برش میگیم هنوز در چوکات خودش یک زن را به عنوان قاضی در چوکات شورای عالی قضایی ما نداریم با توجه به این سیستم عدلی و قضایی ما دوست زن نیست به اصطلاح حد زیاد قوانین توسط مردات تطبیق میشه یا توسط ساختارهای عرفی مثلا شوراهای محل یا مثلا ساختارهای ساختارهایی که در قرا و قصبات و در روساها وجود داره بنان ما خوشبین به این نیستم که قانون بتونه در کوتاه مدت جایگاه خود را در جامعه افغانستان بسیاره. پیدا یعنی کنه یعنی شما ن... است بله. یعنی شما نگران تصویبش نیستید بلکه بعد نگران اجراش هستید بیشتر تا تصویب قانون حالا شما در همون پارلمان خانم کوفی لایحه احوال شخصیه رو تصویب کردید که بسیاری اون رو به عنوان یک لایحه کاملا ضد زن تلقی کردند شما از یک طرفی همچین لایه میدین از طرفی دیگه اون لایه هم در پارلمان تصفیب میشه و بسیاری مت... منتقد به خصوص زنان نماینده پارلمان بودن که صدای اعتراض اونچنانی بلند نشد از طرف شما ها اتفاقاً در مورد قانون احوال شخصی اهل تشیع ما فکر می‌کنم یکی از جنجال برانگیزترین قوانینی بود که در تاریخ 4 ساله یا 5 ساله پارلمان افغانستان تصویب شد مشکل عمده قانونی بود که برداشت از این قانون متفاوت بود بعضی از وکلای ما از جمله بعضی از خواهرای ما که مربوط اهل تشیع بودند فکر می‌کردند مسائلی که در ای قانون تسیل شده مطابق با برداشتشان از فقه جعفری است یا از مسائل شیعه است ها فکر می‌کردند که این در مغایرت است یعنی چندسی در مابین خود وکلای اهل تشیع هم بود اما ما شخصا خودم به این قانون به دید انسانی میخواستم ببینم و بیشتر به از دید مذاهب نمیخواستم ببینم ما بیشتر فکر میکنم و ما یک تعداد دیگه از وکلا در پارلمان خانما ما از زاویه یک زن این قانون را میدیدیم و می هم بود که برای تعدیل این قانون یا برای اصلاح در این قانون ما تلاش زیاد کردیم حتی شما شاهد هستین که برای اولین بار نه تنها زنان نماینده در مجلس بلکه زنان خانه هم دست به تظاهرات زدن در مخالفت با این قانون به دروازه پارلمان افغانستان و در نتیجه امی تلاش ها بود که این قانون بالاخره تعدیل شد هرچند تعدیل که این قانون شده هم رضایت ما را فراهم نکرده ولی یک گام است برای از اینکه خوش حسن نیت دولت افغانستان را در کل برای تعدیل در این قانون نشان داد بسیاری موارد که در گذشته ها متاسفانه در مغایرت با بدید ما قلب در مغایرت با قانون اساسی افغانستان و سایر کنوانسیون های بین المللی کنوانسیون رفع کلیت بیزات علی زنان که دولت افغانستان به او الحاق شده یا امضا کرده او را در مغایرت با او بود ما تانستیم که تا حد زیاد تعدیلات بیاریم ولی شما میفهمین که ما در پارلمان افغانستان یک پارلمان حزبی نداریم اقلیت و اکثرت پارلمانی معلوم نیست هر عضو پارلمان دیدگاه شخصی خودش را ابراز میکنه با این وضعیت منسجم ساختن بس ها در پارلمان و اینکه روی قوانین بسیج بسازیم ما نیروهای دموکرات یا نیروهای پیشرونده را بسیار مشکل است با وجود از او هم ما خوشبختانه روی از این قانون تانستیم که تعدیلات را بیاریم که تا حد زیادی موجب رضایت ما و سایر زنایی که در این کار میکردن فعالین حقوق بشر و جامعه مدنی هست بسیار خوب حالا این البته ما رو میرسونه به اینجا که حتی در جامعه افغانستان درسته که عده نمایندگان زن در پارلمان زیاد هستند ولی در بین همون نمایندگان هم یک انسجام و همنظری و همبستگی وجود نداره و این برمیگرده به خود جامعه هم در جامعه هم یک در افغانستان با وجودی که هیچ موانع قانونی وجود نداره یک تشکیلات منسجم فراگیر زنان وجود نداره این ضعف نیست دقیقا متاسفانه ما هنوز موفق به ایجاد جنبش زن در افغانستان نشدیم در این شک نیست که حرکت های انفرادی در نقاط مختلف و مشخصا در شهرهای بزرگ برای اعاده حقوق زن و برای تساوی جنسیتی ادامه داره ولی به هیچ وجه این حرکت ها هنوز که یک حرکت منسجم تشکیلاتی و ساختاری را برای خودشان بگیره و به می سبب هم هم است که حرکت‌های های باعث ازی باشه که ما به شکل مقطعی برای زنا پیشرفت داشته باشیم به با عنوان مثال ما ممکن در یک قانون تغییر خوب داشته باشیم ما ممکن در یک پالیسی تاثیرگذار باشیم ولی این پالیسی یا این قانون روی زندگی زنای دهنشین هنوز نتونسته تاثیرات خود را پیدا کنم من فکر می کنم و باور دارم که یک فاصله کلان بین زنان شهرنشین و یا زنانی که به در سیاست دخیل هستند و در فعالیت های اجتماعی فعال هستند و زنان افغانستان که در روستاها زندگی می که در حدود 86 درصد زنان به اساس آمار رسمی در افغانستان متاسفانه که هنوز از نعمت سواد برخوردار نیستند یک فاصله بسیار کلان و عمیق وجود دارد. تلاش برای صورت باید بگیره و ما تلاش برای داریم که فاصله را کمتر بسازیم و این تحولات را که ما حداقل به شکل پراگنده و غیر مسجم در پارلمان افغانستان به وجود میاریم یا در حکومت دستگاه اجرایی به وجود میاریم روی زندگی او زنای تاثیر داشته باشه که اونا مستفیدین هستند اونا در قرا و قصبات هستند که هنوز هم امید تغییر کلی در زندگی از اونا حداقل رونما نشده ولی ساختارهای وجود داره مثلا برنامه مختلف ملی وجود داره که به زنای روستانشین میرسه مثل برنامه همبستگی ملی که برای نیازهای اجتماعی زنای روستانشین میرسن. ولی در کل ما فکر میکنم که این خلا انوز هم وجود داره خب چه تلاشی دارین میکنین برای اینکه به هر حال یک همچین تشکیلاتی به وجود بیاد که بتونه فراگیر باشه که شامل حال زنان دهنشین هم بشه خب در کابل کمیسیون های متعدد را ما ایجاد کردیم که متشکل از زنان فعال عضو جامعه مدنی و حقوق بشر و همچنان حتی زنان از ولایات هستند در کمیسیون ها از جمله مثلا بر مسئله تجاوز جنسی که یک پدیده شوم بود و در دو سه سال اخیر متاسفانه آمار و ارقام زیادی را ما علی خانم در ولایت مختلف افغانستان داشتیم و در برابر متخلفین هم یک نوع فرهنگ مافیات وجود داشت مجازات نمی شدن. ما یک کمیسیون را در سطح ملی ایجاد کردیم تحت ریاست معاون رئیس جمهور که برنامه های برای رسیدگی به بر کاهش تجاوزات جنسی و مجازات متخلفین و مجرمین روی دست بگیرن و اینا نه تنها در کابل برکه در قرا و قصبات و اطراف هم کار کنه در بودیجه افغانستان ما تلاش بایی کردیم که بودیجه افغانستان مشخصا بودیجه جنسیتی داشته باشه برای اشتغال زایی برای زمینه کار برای انکشاف معارف برای خواهرها بر دخترها و برای اینا مشخصا مرگومیر زنا شما میفهمین که افغانستان مملکتی هست که بلندترین مرگومیر زنا را در سطح دنیا داره در افغانستان در, در کابل در هر نیم ساعت یک مرگومیر زنها در یک ست هزار زنی که طفل به دنیا میاره یک هزار و شش ست زن جان خود از دست میته در حال که ای آمار در ولایات مثلا مثل بدخشان که ما نماینده اونجا هستم در هر صد هزار زن شش هزار و زن جان خود از دست میته در حال که در ایران سی و سی زن است در ایران به اساس آماری که به دست ما رسیده در هر صد هزار زن که زایمان میکنه طفل به دنیا میاره سی, و سی, و سی زن جان خود از می تک یک یک تفاوت کاملا وحشتناک از در افغانستان اه. ما تلاشی که در این قسمت کردیم در بودجه دولت افغانستان تلاش به این صورت گرفته که بودجه مشخص جنسیتی برای کاهش مرگ و میر ایجاد شود اما باز هم طور که قبلا گفتم اه. مسئله تطبیق یک مسئله مشکل کلیس که ما بهش مواجه هستیم بسیار خیلی بچکر حالا موضوعی که مطرح هست امروزها می خانم کوفی مسئله یکی بعد از جرگه سول صحبت از مذاکره با طالبان هست و اینکه احیانا طالبان رو جلب بکنن به شرکتشون در دولت بسیاری از مخالفان دولت نگران این موضوع هستند و نگرانشون هم اب ابراز کردند شخصیت های برجسته سیاسی گذشته در افغانستان صحبت از این کردن که م... اصولا طالبان قرار نیست با یکی دو وزیر اگر هم توافق بکنن که شرکت بکنن با یکی دو وزیر راضی بشن اونها تمام حکومت رو میخوان شما به عنوان یک زن که این تلاش ها رو هم کردید برای احقاق حقوق زنان و ما تجربه گذشته طالبان هم داریم چقدر نگران هستید از این موضوع؟ اولا ما فکر نمیکنم که تنها مخالفین حکومت افغانستان باشند که با مسئله ادغام طالبا به حکومت افغانستان و نقص ارزش های دموکراتیک مخالف باشند حتی کسایی که در خود نظام هم هستند اونا هم مخالف هستند یک تعداد زیاد کسانی که در ساختارهای حکومت هستند شما شاهد بودین که ما دو هفته قبل دو تن از شخصیت های یا دو سه هفته قبل دو تن از شخصیت های برجسته حکومت افغانستان که در نهادهای امنیتی کار میکردن به دلیل مخالف مخالفتشان با پاریسی های آقای کرزی مبنی بر مذاکره با طالبا از هایشان وزی... کنار رفتن یعنی این یک مسئله کلی ملی هست ما باورم ایست که صلح یک پروسه است همچنان که دولت سازی و دموکراسی یک پروسه است و در این پروسه تمام مردم افغانستان باید دخیل باشن و نظرشان دخیل باشه من باور دارم که طالبا یک ایدئولوژی هستند تا ای که یک گروه باشند حالا اگر طالبا رو به عنوان یک ایدئولوژی قبول کنیم و, و یک ایدئولوژی و یک گروه که در رأس از اونها کسی به نام ملا عمر است موقف از اونها کاملا واضح بوده تا حالا در قسمت مذاکره اونا با قانون اساسی افغانستان با ارزش های مدنی و دموکراتیک با مسئله حقوق زن با این ارزش هایی که حداقل در هست سال گذشته یا نو سال گذشته هم سرمایه گذاری انسانی بالایش شد و هم سرمایه گذاری مالی اونا با این ارزش ها مخالف هستند و ما از طرف دیگر باور دارم که مسئله ایدئولوژی طالبا تنها منحصر به افغانستان نیست این بیشتر یک مسئله منطقی و حتی حالا جهانی شده بنا یک پدیده منطقی و جهانی را نمیشه که با شریک ساختن در قدرت رای حل برش یعنی شما کرده. شما خانم کوفی اصولا با مذاکره مخالفت میکنید یا اینکه با با نوع مذاکره و نوع گفتگوهایی که میشه ما فکر که هیچ کس هیچ کس با کلمه صلح و مذاکره مخالف باشه خصوصا زنان افغانستان که بیشترین قربانی را در جنگ ها دادن من فکر نمی کنم که با صلح مخالف باشن ولی بر صلح یک سلسله معیار های باید در نظر گرفته شود اولا ارزش هایی را که اولین قربانی از او زنا هستند او ارزش ها باید برش احترام شود مثلا مسئله حقوق زن مسئله مکاتب مسئله بازگذاشتن مکاتب مسئله زمینه کار و اشتغال و فعالیت های سیاسی و اجتماعی زنها در افغانستان آزادی بیان آزادی رسانه ها به عنوان یک اصل انکار ناپذیر که در قانون اساسی افغانستان هم تسجیل شده و سایر مسائل که در اش سال گذشته و در گذشته های افغانستان به عنوان یک ملت که به مدنیت ترجیحیت داده این ارزش ها وجود داشت ما نگرانی ما است که طالبان تا هله موضوعشان روشن بوده هیڅ نه و تنازع هیڅ نه عقبګردیم در موضوعشان نه بوده اونا برداشت شون از حضور ځن بر اساس شریعت اسلامی که اونا تعریف ازش دارن فرق میکنن برداشتشان از مسئله قانون اساسی اونا قانون امارت اسلامی دارن و به میشکل حالا دولت افغانستان باید واضح بسازه یا مشخصا حکومت افغانستان که کدام از این ارزش ها را حاضر است که نقص کنه به خاطر آوردن طالبان من فکر میکنم که هر کسی که ارزش ها را میپذیره اگر گروه طالبان باشه یا اقانی باشه یا هر کسی دیگه میتونن به شکل دموکراتیک در روند حکومتداری در افغانستان بپیوندن مثل هر شهروند عادی حق رای دادن و رای گرفتن را دارن اما امتیاز دادن را ما ترجیح نمیتونم ولی خانم کوفی البته دولت افغانستان هم بارها اعلام کرده که اینها به تمکین به قانون اساسی افغانستان و احترام گذاشتن به حقوق افراد اینا بخش اونها از اون سازش نخواهند کرد ولی به هر حال اگر که قراره که طالبان به روند صلح جلب بشن و در دولت شریک بشن خواه دولت بایستی یک امتیازاتی به این طالبان بده حالا تو این روند پیشنهاد و توصیه افرادی مثل شما چیه؟ چی، کجاها میتونن این امتیاز رو بدن؟ ما فکر میکنم خود نفس امتیاز دادن و از یک موقف ضعیف با گروهی که مخالف از صحبت کردن ضعف دولت و حکومت را نشان میده حکومت افغانستان اولا خود مسئله حقوق زن مسئله حضور زن به عنوان شهروند که 55 درصد نفوس افغانستان را تشکیل میده در سرخط مذاکراتش باید باشه با هر گروهی که میخواه مذاکره کنه دوم ما باور به با یک رای حل منطقه ای دارم تا به یک رای حل تنها افغانی برای که من باورم به این که شبکه طالبا یا گروه طالبا او گروه طالبایی نیستن که 11 سال قبل بودن من فکر میکنم که هم گروه منابع تنویلشان هم منابع آموزششان و هم کشورهای کنار از لحاظ سیاسی حمایت میکنن حالا با مراتب گسترده تر شده بنا نیاز به است که هم دولت افغانستان و هم جامعه جهانی بیشتر روی یک حل رای حل منطقه‌ای فکر کنند این رای حل منطقه‌ای به این معنا نیست که قضیه افغانستان به دست کشورهای همسایه مشخصا کشور پاکستان داده شود پاکستان حالا به حد کافی مشکلات داخلی خودش را داره ما امیدوار هستیم که کشورهای منطقه و همسایه ما را درک کنن که یک افغانستان با به نفع از اونها هم است بنان ما به یک رای حل منطقه ای تاکید میکنم و ضمن ارزش های قانون اساسی افغانستان باید برش احترام شود با دلیل از اینکه ما این ملت نیستیم که 11 سال قبل بودیم ملت افغانستان امروز آگاهیش بیشتر شده نسل جوان آگاهیش بیشتر شده همچنان که ما در بعضی مسائل عقبگرد داریم در بعضی مسائل پیشرفت بسیار خوب داریم مکاتب مثلا طفلی که هشت سال قبل به مکتب رفته امروز سنف هشت مکتب است آگاهی از او طبعاً از مسائل از حقوق شهروندیش از مسئولیت های دولت و شهروند به مراتب بیشتر است به نان دولت افغانستان نمیتونه به آسانی ملت را نادیده بگیره بسیار خیلی متشکرم خانم کوفی شما از یک منطقه دورافتاده افتاده کوهستانی در واقع در بدخشان اومدین و نماینده پارلمان شدید و بسیار هم فعال بودین تو این عرصه ها. چه این, این یک نمونه نادره به نظر شما یا اینکه اصولا یک روندیه که در افغانستان شروع شده یا یک شرایط خاصی در مثلا منطقه شما وجود داشته که شما رو امثال شما رو به طرف سیاست و مجلس کشونده Uh, خب uh, اول خواهد لطف شما تشکر که میگن فال حضور داشتیم اصلا نظرتان است در مورد uh, uh, تفاوت های جغرافیایی افغانستان شما میفهمین که بعضی مناطق افغانستان به شکل طبیعی و به شکل تاریخی uh, از لازه ساختارهای اجتماعی متفاوت تر بوده از جمله uh, ولایت بدخشان که من نماینده از اون مردم هستم هر چند از لازه uh, فقر و از لازه عقب ماندگی اقتصادی یک ولایت عقب مانده و فقیر است ولی زمان یک ولایتی است که از فرهنگی پیشرفت بسیار خوبی داشتم ما فعلا میتونم بگم که در سطح افغانستان ممکن ولایت سوم یا چارم باشه که تعداد زیاد دخترها با مکتب هستن تعداد زیاد معلمین به مکتب هستن و حتی در دوره سیاه طالبا هم مکاتب برای دخترها دروازه هاش باز بود زمینه کار برشان مساعد بود ما در او وقت در بدخشان زندگی میکردم و ما ارگان ها و نهادهای مدنی که فعالانه برای حقوق زن کار میکرد ایجاد کرده بودیم و اونا برای مشارکت زن در او منطقه کار میکردیم اما به شکل خیلی هم وقت شما جغرافی افغانستان را از لحاظ تفاوت های منطقه‌ای مطالعه میکنین او مناطق مناطقی هستند که به شکل طبیعی مناطق متفاوت تر هستند و از لحاظ فرهنگی بیشتر آماده تح... پذیرش تحول هستند ولی مشخصا در مورد خودم طبعا ما از خانواده سیاسی هستم اما ام کی تاثیر داره در فعالیت سیاسی ولی زنای زیادی در این هر سال گذشته خود برجسته ساختن نه تنها از اون مناطق حتی از مناطق دیگه هم مثلا ما از قندهار شاهد ازی بودیم که زنا در صفوف پلیس پیوستن و متاسفانه یکی از خواهرای ما که در صفوف پلیس بود و از حق دگه خواهرایش در پلیس دفاع میکرد دو سال قبل شهید شدن یعنی زنای فعال و با احساس فرصت ها برشان پیدا شود در افغانستان و زمینه برشان پیدا و ظرفیت و توانمندی از را دارن که خود تبارز بتن خانم فوزی کوفی خیلی متشکرم از شرکتتون در برنامه به عبارت دیگر ممنون از شما تشکر